اینجا هم بحث ما این نیست حقیقتاً که کدوم درسته و کدوم غلط. اصلا بحث این چیزا در زمینه‌های الهیات یه خود بحث بیموردیه، مگر چیزی که ما خارج از مسیحیت ارتدوکس، ارتدوکس به معنای راستین نه به معنای شاخه‌ای از مسیحیت، خارج از این بدعت‌ها، فرقه‌هایی که اعتقادنامه مسیح رو قبول ندارن و اکثر مسیحیان اینها رو مسیح نمیدن، مگه که بحث اونها باشه. تازه اونم با احتیاط درست و غلطش رو میگیم، وای به حالی که مثلا بخوام در درون مسیحیت راستین که همه مسیحی و برادر هستن با هم، حالا ما بس بخوایم صحبت درست و غلط بکنیم. بلکه به هر حال هر کسی یه جوری قانع شده به اون چیزی که قانع شده، به اون اونو قبول داره. ما هم بحثمون اینجا نیست بیم این بهتر یا اون، یا حالا ما بعضی آخرش میگم ما چی هستیم، یا لااقل در کلیسای جماعت ربانی خیابان طالقانی ما چی فکر میکنیم. اما بحثی نیست که حتما یکی که اونجوری فکر نمیکنن دیگه یک سر مستوجب هر نوع قضاوت ما هستن، اینو رعایت میکنیم. برای این بحث این دو طرز فکره. کیا اینجا درس نجات شناسی گذروندن؟ دستا بالا. خب بعضی ها نگذرونده، خیلی براشون سخت میشه، چون به هر حال یک سری مفاهیمی هست که توی نجات شناسی باید قبلا دوستان دیده باشن. حالا هم اشکال نداره، ما سعی میکنیم یه جوری بگیم که چیز بشه، چون این برای در زمینه نجات و نجات شناسی هست و در واقع تکمیل درس نجات شناسی. اگه یادتون باشه اونایی که نجات شناسی رو گذروندن، ما یک سیر نجات شناسی در تاریخ تفکر مسیحی داشتیم از اول تا این اواخر. بعد درس نجات شناسی رو احتمالاً بعداً عزیزم و برادر روبرت داشتن، اینم حالا یه جوری تکمیل کننده اون هستش. خب من اینجوری مسئله رو مطرح کنم. اولا خب دوستان اون اسلاید بعدی رو بدین، نشون بدین. ها فهرست مطالب اینه که ما مسئله رو میگیم چی هست، یه سری پیش‌فرض داریم، اون یش زیادیه، نمیدونم چرا اونجا افتاده، پاکش هم کرده بودم، حالا اب نداره. در زمین فونتای نیست که من باش تایپ کردم، ما اینجا بالاخره کامپیوتر به کامپیوتر جور نیست، وای باله دور طرز فکر عمیق الهیاتی. بعد مجبوریم یه مقدار راجع به مشخصات خدا در مسیحیت صحبت بکنیم و بعد یک بحثی داشته باشیم راجع به اراده آزاد و بعد اسلاید بعدی و بعد معرفی کنیم آرمینیانیسم رو و بعدش کالوینیسم رو معرفی کنیم و بعد یک بررسی تفصیلی از بعضی از آیات بکنیم. یعنی واقعیت اینه که همه آیات یا همه تکست های کتاب مقدسی که بهش در واقع تکیه میشه و استدلال میشه، همه رو نمیتونیم جو بررسی کنیم. بعضی هاشو که یه خود معروف هستن با هم بررسی میکنیم که ببینیم اونایی که به یکی از این دو تا طرز فکر معتقدن چجوری این آیات رو میخونن. و به شما قول میدم این کلاس حداقل هیچی برای شما نداشته باشه، این سمینار یه نکته داره و اونی که میفهمین که خیلی از آیات کتاب مقدس تا بال خوب نخونده بودی، حداقل طرز خوندن اونا و درست فکر کردن راجع بهش رو متوجه میشیم. برای یه بررسی تفصیلی کوچولویی اونجا داری و بعد یه نتیجه گیری که بالاخره به چی میرسیم. بنده در خدمت شما خواهم بود بعد از جلسه، در جلسات دیگر بحثای خصوصی که راجع به سوالات یا بحثای عمیق‌تری راجع به این قضیه بیشتر صحبت بکنیم. حالا مسئله اینه که یه سوال از شما که ایماندار هستید، نجات یافتید چون ایمان آوردید یا ایمان آوردید چون نجات یافتید؟ فکر کردید؟ یا به عبارت دیگه، ایمان تجدید حیات یافتید چون ایمان آوردید یا ایمان آوردید چون تجدید حیات یافته بودید؟ یعنی ایمان مقدمه بر نجات است یا مقدمه بر تجدید حیات، یا تجدید حیات مقدمه بر نجات؟ همه میدونیم، همه شما به راحتی میگید ایمان آوردم نجات یافتم. نه، اما یه ممکنه یه مسیحی خیلی خوب و خیلی روحانی از یک کلیسای خیلی خوب برادر شما بغل دستتون برعکسش بگه. برای شما یه دونه آیه میخونه، ها
آیات زیادی میخونه ولی یه آیه میخونه براتون، اعمال باب 13 آیه 48. اینو براتون هم میخونه، یعنی هیچ، من از هر دو تا ترجمه خواهم خوند ولی شخصا نمیتونم اعتراف نکنم که این ترجمه قدیمی علاقه من تره، ولی از هر دو تاش میخونید. باب 13 آیه 48 رو برای شما میخونه، میگه چون امتها این را شنیدند شادخاطر گشتند. شادخاطر شده کلام خدا را تمجید نمودند و آنانی که برای حیات جاودانی مقرر شده بودند ایمان آوردند. در ترجمه جدید میگه کسانی که برای حیات جاودانی تعیین شده بودند. یعنی میگه ببین عزیز من، از قبل باید تعیین شده باشی تا نجات بیابی. اینو بهت میگه. خب بحثیست، من میخوام باز کنیم. یا مثال دیگری براتون بزنم، میگن در بیرون از در بهشت یه تابلو بزرگ نصب کردن، ورود آزاد. وقتی میری اون تو ببینی یه تابلو نشسته، من شما رو برگزیدم. چجوری میشه ورود آزاد باشه ولی در این حال شما رو برگزیده باشند؟ اگر از قبل، اون میگه به شما، من نمیگم، اون شخص به شما میگه، اگر از قبل شما برگزیده نشده باشید که برید دم در بهشت که بعد ورود آزاد بشه براتون، مثلا. یا یه جور دیگه میگن بیرون از بهشت یه تابلو نوشته به نجات یافتگان خوش آمد میگوییم، میری تو میبینی یه چیز نوشته دیگه، مقدم برگزیدگان را گرامی میداریم. این بحث برگزیدگی که تو رومیان باب 8 آیات 28 تا 30 هم آمده، آنان را که از پیش شناخت ایشان را نیز پیش مقرر فرمود و از اینجور بحثا، این یه بحثه که ممکن آدم بهش نرسه ولی شما ممکن هم هست یهو با چالشش روبرو بشه کسی، یه برادر دیگه یه جور دیگه تعلیم دیگه بیانی مطرح کنه. و به هر حال بهتره که آشنا باشید و بدونید ایمانی که دارید در واقع به چی اعتقاد دارید، لااقل حداقل اینو بدونید. برابر این ما بر سر بحثمون میریم، در ادامه بحثمون که میریم به سمت یکی دو تا پیشفرض. این کلاس با یه پیشفرضای، این سمینار با یه پیشفرضای تشکیل میشه. اولین پیشفرضش اینه که ما داریم در حیطه مسیحیت انجیلی صحبت میکنیم، اوانجلیکال. همه پروتستان ها از بپتیست گرفته تا پریزبیتری تا پنتیکاستی تا همه اینا اوانجلیکال انجیلی هستن، نه کلیسای ارتدوکس، کلیسای کاتولیک، اینا جزوش نیست. ما بحثمون در حیطه کلیسای اوانجلیکاله، برای اینکه کلیسای کاتولیک و دیگران جوری دیگری به قضیه نگاه میکنن که من بعداً در لابلای حرفام اشاره خواهم کرد که مثلا کلیسای کاتولیک به کدوم سمت گرایش داره. اگر مثلا اینجوری نگاه نمیکنن ها، ولی اگر فشرده تعلیماتشون راجع به این قضیه بگیریم چه شکلی خواهد بود، اونو بعداً اشاره خواهم. این یه توضیحه. توضیح دوم اینه که برای لااقل برای کسانی که بعداً این ضعف شده رو میبینن، ساعت ما محدوده، برای من ناچارم در حیطه محدودیت ساعت صحبت کنم. ممکنه کسی به نظرش چه این نگفت، چرا اون نگفت، چرا اون یکی رو نگفت. خب محدود ساعت داریم. و فرض سوم اینه که میخوام موضوع رو ساده کنیم. برای اشخاص الهیدان صحبت نمی کنیم که اصلا صلاحیت صحبتشو من ندارم، بلکه برای مؤمنینی صحبت میکنیم که میخواهند ایمانشان را بفهمند. این مهمه، میخوایم به چیزی که ایمان داریم بفهمیم. این پیشفرضامونه، حالا بریم جلو. حالا که این پیشفرض دارم فهمیدیم، بریم بر سر مشخصات خدا. اسلاید بعدی. خب ببینیم، ما در اون چیزی که از خدا میشناسیم، خدا رو خارج از تاریخ میبینیم و خارج از جهان میبینید، اون بالاست. و بنابراین اگر خدا خارج از تاریخ انسان هست، گذشته، حال و آینده در نظر خدا همش حاله.
خدا همون اندازه از گذشته اطلاع داره که از آینده تا تهش اطلاع داره. و بنابراین در درون مثلث حیطه دانش، اقتدار و حاکمیت خدا در رابطه با انسانه. روشنه؟ یعنی بنابراین اون چیزی که شما هنوز به فکرت خطور نکرده، 3 ماه دیگه به فکرت خطور میکنه که انجام بدی، خدا از پیش میداند که شما انجام بدی. این فرض ماست. این دیدگاهی است که ما نسبت به خدا داریم. با این دیدگاه ماست. بنابراین با این دیدگاه اگر بریم سراغ مشخصات و ویژگی خدا، اینا رو دیگه من اینجا درس خداشناسی نیست. اگر یه روز درس خداشناسی که قرار است که یه سمینار دیگه بعد از این داشته باشیم، بعداً اون درس خداشناسی خواهیم داشت، اون وقت اونا رو اونجا میتونین آیاتش همینا رو بفهمین. من فقط خلاصه اسم میبرم ویژگی‌های خدا. خدا پیش از همه چیز است. دیگه همتون اینا رو میدونید. خدا همه چیز خلق کرده. خدا حامی و نگهدارنده همه چیزه. فوق همه چیزه. همدان هست. اسلاید بعدی رو بی‌زحمت. قادر به انجام هر کاری هست. همه چیزا میتونه محقق کنه. این ویژگی‌هاشه. در رابطه با حاکمیت و اقتدار خدا هم خدا همه چیز رو اداره میکنه، همه چیز هم تحت کنترل خودش داره. پس ما چی کاره بیدیم؟ به قول معروف ها؟ من چی کارم؟ وقتی همه اینا رو داره، پس من چگونه موجود آزادی هستم؟ آیا کاری که من میکنم مجبور نبودم بکنم چون خدا داره همه چیز رو کنترل میکنه؟ پس ما باید بحثی بکنیم که آیا من آزاد هستم یا نیستم. اول تکلیفونو با این قضیه روشن کنیم. پس یه بحثی کوچیکی خواهیم داشت. هنوز به مطلب و معرفی موضوعمون نرسیدیم. یه بحث کوچیکی خواهیم داشت بر سر اراده آزاد انسان. بریم سلاید بعدی. اگر خدا کنترل همه چیز در دست داره، چرا منو باید شماتت کنه؟ به قول انگلیسی why blame me. اگر همه چیز رو از قبل میدونه، حتی چیزایی که به فکر ما بعداً خطور میکنه، اگه اشتباه هم نمیکنه در دانش خودش، آیا اعمال ما جبر نیست و من مجبور به انجامش نیستم؟ سواله. خدا میدونه که من این کارو میکنم، پس باید بکنم چون خدا میدونه. و اگر نکنم دانش خدا غلط از کار در میاد. آیا خدا دانشش میتونه غلط باشه؟ نه. اینا بحثایی است که حالا روشن میکنیم. برابر آیا من مسئولیتی در ارتکاب گناه دارم یا ندارم، یا اینکه جبری میرم جلو دیگه؟ اگر برام مقدر پیشونی نوشتم اینه که گناه بکنم، میکنم. مثلا اینا چیز نیست. آیا علت معلولی هست؟ خب یه بحث کوچیک. میگی آقا به یکی شرارت ورزیده. برنا دینارم تقسیم نکردیم، عیب نداره. حالا داره. یکی شرارت ورزیده. من این اسلایدی که اینجا هست همشو پرینت گرفتیم، فتوکپی کردیم بهتون میدیم، هیچ نگران نباشید. اینایی که اینجا هست، از حرفای من میخوام بنویسیم، ولی اینایی که اینجا نشون میده، اینا پرینتاتشو بهتون میدیم، شما هم تقسیم کنید رو. بله. خب حالا ببینید، میگی چرا گناه میکنی؟ میگه شیطان گولم زد. یعنی اگر انسان شرارت میورزد، این یه علتی باید داشته باشه. این علت چیه؟ خداست؟ استغفر الله. یکی میگه آقا شیطان گولم زد. میگیم باشه، شیطان تو رو گولت زد. خب بریم جایی که ببینیم شیطان کیو گول نزده. آدم و حوا هم گول زد اصلا، نه؟ مجبورشون کرد گناه کنن. خب لوسیفر رو کی گول زد که گناه کنه؟
یعنی خود شیطان موقعی که یه فرشته مقرب بود به نام لوسیفر، دیگه شیطانی اونجا نبود. دیگه قبل از خلقت شیطانی اونجا نبود که اینو گناه. پس کی این کارو باهاش کرد؟ در مورد انسان وقتی حرف میزنی خیلی راحت میتونن توجیه کنن، بگن آقا جون شیطان گولم زد، منو وسوسه کرد. قبول، اصلا شکی درش نیست که وسوسه هست. مجبور کردن با وسوسه کردن و دعوت کردن فرق میکنه. این از همینجا داشته باشیم، چون ما بد کار داریم، با خدا هم کار داریم در این قضیه. دعوت و ایجاد فضا برای گناه یا برای هر عملی با فشار آوردن و مجبور کردن به اون عمل فرق میکنه. اینو داشته باشید. خب بنابراین میگه شیطان گولم زد، میگم باشه شیطان گول زده یا مثلا وسوسه کرده یا هر چیزی، تو هم انجام دادی. ولی بالاخره اون داستان قضیه قدیمی ما چی میشه؟ قضیه خود لوسیفر چی میشه؟ اینو کسی نمیتونه جواب بده. اگر بگیم شیطان گولم زد چون خدا کنترل همه چیز در دست داره، پس نهایتا باید بگیم خدا باعث و مسبب گناهه. هاشا. بعضی عقیده داره میگن ببین اون روز اول، بله روز اول، حالا یه توجیه واسش میکنیم که چجوری لوسیفر گناه کرد، طاغی شد و شد شیطان. بعدش بعد از سقوط انسان سرشتش گناه آلوده. یعنی اصلا اینجوری میگن، باور نکنید، حالا یعنی فقط با این طرز فکر داشته باشید، انسان سرشتش گناه آلوده، خمیرش جوری شده بعد از سقوط که خمیرش گناه آلوده، نه اینکه تمایل به گناه داره، در ذاتش رانده می شود به سمت گناه. این یه بحثیست می کنن، ولی تکلیف اون هنوز روشن نیست. اون یه توجیه اون بالاها میارن که بالاخره یه جوری قضیه توجیه. برابر میگه هر علتی، هر معلولی یه علتی داره. اگر اینجا شرارته یه علتی داره. اما به یه جایی میرسیم که این بحث من میخوام با شما بکنم، که به جای همه این حرفا رو بزنیم اینجوری باید بکنیم. علت انسان در خودشه. انسان سلف کازه، به قول معروف خود علته. یعنی در درون خودش این علت وجود داره. چرا؟ برای اینکه خدا یک ودیعه و هدیه گرانبهایی به انسان داده به نام اراده آزاد. انگلیسیش هم فری ویل، اونایی که میخوان انگلیسی برات. اینجاست که حالا بعضی ها میگردن دنبال این که این شرارت از اراده آزاد انسان به وجود میاد. محیط مساعده، وسوسه و دعوت وجود داره قطعا و همینطور هم هست، اما آنچه که مرا به سمت شرارت میراند در اراده آزاد خودم هست. یعنی من با انتخاب شخصی و اراده آزاد به این دعوت جواب مثبت میدم. برای عامل اصلی توی بحث‌های ما بعداً خواهیم دید این اراده آزاده. بدین جهت این بحث کوچولو رو من سعی کردم مطرح بکنم که واقعاً برسیم به این که اراده آزاد معناش چیه. اینو داشته باشیم. خب حالا ما مروری می‌کنیم بر یه سری تناقض‌هایی که در کتاب مقدس ظاهراً وجود داره. جاهایی از کتاب مقدس هست، عهد جدید مخصوصاً، که شما دو تا چیز ظاهراً متناقض رو با هم می‌بینید در کنار هم. خب اون دو تا چیز متناقض اراده آزاد انسان و انتخاب خداست. از یک سو بحث می‌شود که انسان آزاد است، از سوی دیگه میگی خدا انتخاب کرده. این دوتا با هم توی کتاب مقدس هست. مثال داشته باشیم،
صلیب مسیح. ها؟ همه تون میدونید؟ برید تو اعمال 2:3 میگه آن مسیح، اون عیسایی که بر حسب اراده مستحکم و پیشدانش خدا به شما تسلیم شد. خدا اراده کرده صلیب رو. از توی دیگه توی یوحنا میری میبینی که در واقع مسیح آزادانه صلیب رو انتخاب کرد. این که مسیح آزادانه صلیب رو انتخاب کرد و این که اراده خدا بر این قرار گرفته که مسیح روی صلیب بیه، کدومش درسته؟ جفتش با هم دو تا چیز متناقضه که ظاهرا در کنار هم دیگه قرار داره. یا بریم مثال دیگری که از این بابت هست، اونایی که مسیح رو به صلیب کشیدن. اتفاقا در یک آیه هم هست، مثلا اعمال باب 2:23 من براتون میخونم. میگه این شخص چون بر حسب اراده مستحکم و پیشدانی خدا تسلیم شد. این از بابت اراده خدا، انتخاب خدا. اما بعدش چی میگه؟ شما به دست گناهکاران بر صلیب کشیده کشتید. شما کشتید. اگر بر حسب اراده مستحکم خدا تسلیم شد، پس اونایی که مسیح رو کشتن چه گناهی کردن؟ ولی گناه دارن، کشتید. داره میگه. یعنی این دوتا با هم. سایر مثال ها، یهودا، اگر یهودا از اول قرار بوده است که مسیح را تسلیم کند، خب پس اگه تسلیم کرد دیگه کرده دیگه، پس چه گناهی داره این وسط؟ چرا ما یهودا را محکوم میکنیم؟ و مثال های دیگه ای که اونجا هست شما برید بخونید، متوجه این قضیه میشید. بحث اینه، من این خیلی حساس، این بحثی که من با شما میکنم، اگه بعداً سوال روش داشتید در حین آنتراکت حاضرم باتون بیشتر بحث بکنم. ما انسانها در تاریخ داریم زندگی میکنیم و بنابراین در ابعاد زمان و مکان اسیر هستیم و منطق حاکم بر اعمال و زندگی ما منطق سوری است، منطق انسانی است. بنابراین تناقض نزد ما معنا داره. الان یا شب یا روزه، ها؟ این یا مشکیه یا نیست، یعنی آره نداریم، منطق سوریه. اما جمع ضدین نزد ما، چون متنایی هستیم، جمع ضدین نزد ما معنا نداره. اما نزد نامتناهی جمع ضدین با هم معنا داره، امکان وقوع داره. ما نمیدونیم، چون شما به معنی که از این جو زمین خارج شید همه سیستمتون به هم میخوره. سرعت معناش عوض میشه، زمان معناش عوض میشه، همه اینا معناش عوض میشه. یعنی ما در چارچوب جو زمین به پایین داریم صحبت میکنیم که نزد ما تناقض معنا داره. یه نکته است. و مهمتر از همه، من یک اسم میذارم، حالا شاید برادرانی که واردترم به من بعداً اصلاح هم کنن اگه اشتباه میکنم. یه عقل انسانی داریم که بر مبنای منطق سوری کار میکنه، منطق که انسان‌ها در روابطشون و در تجزیه تحلیلشون به کار می‌گیرن. ببین میگیم منطق سوری. در منطق انسانی، عقل انسانی کار می‌کنه. ما یه چیزم داریم. من اسمش می‌ذارم، برای خودم حالا درست کردم یه چیزی، اسمش می‌ذارم عقل قدسی، نگم عقل الهی. عقل قدسی عقلی است که به قول پولس وقتی حکمت رو در قرنتیان رد میکنه میگه لکن از حکمتی سخن میگوییم که از بالاست. اون یه چیز دیگه است، یعنی عقلی که منور به نور الهی شده باشد. اون اساساً طرز فکرش فرق میکنه. ببین با
با هیچ عقلی یا لااقل به سادگی ها تثلیث رو نمیتوان فهمید. اما اگر برای من مثل روز روشنه، این به مدد تحلیل انسانی نیست، بلکه به مدد عقل قدسی است، عقل الهی است که خدا اون نوری که به ذهن انسان میتواند. بنابراین بر اساس این قضیه ما به عنوان سر، میستری، سر کتاب مقدس و کلام خدا، بعضی از چیزها رو در کنار هم اگر هم متناقض باشد میپذیریم، به خاطر اینکه اون عقل به ما این رو میگه. حتی راجع به همه این داستانهای تناقضهای کنار هم میشه استدلال عقل انسانی هم کرد، ولی به جای اینکه الان وقتمون رو ترین لااقل وقت محدود صرف این بکنیم، چون اساسا ببینید اگر راز و سر در رابطه انسان با خدا وجود نداشته باشه، یا خدا باید شک بکنیم، چون نامتناهی وقتی با متناهی روبرو میشه قطعا بسیاری رازها و سرها هست که برای انسان که متناهی ابهام داره. لازم نیست خیلی خیلی مثلا چیز کنیم بریم دور از اون خانمه چی بود رفته بود فضا ایرونیه، اگه بریم با اون مصاحبه کنین مطمئن باشید حرفای به شما میزنه که شما نمیتونید با این تفکری که در چارچوب بعد از جو زمین دارید اصلا اینا رو با هم